همراه هستیم با همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم. بابک، در روزهای گذشته سخنان هشدارآمیز مقامات اسرائیل به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، دلایلش چیست؟ دلیل آشکار اون نزاع بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هستش که در هفته‌های گذشته شدت پیدا کرده. جنگ‌های دریایی در هفته پیش، ماجرای مرسر استریت که الان شما هم عنوان کردید، پرتاب موشک پریروز به از طرف نیروهای هوادار ایران در لبنان به سوی اسرائیل، حملات سایبری، ادامه استقرار جمهوری اسلامی در سوریه، همه و همه با شده که نگرانی های بیشتری در اسرائیل به وجود بیاد و همچنین انتخاب رئیسی که به عنوان یک شخص تندرو در اسرائیل معرفی شده، همه اینها باعث میشه که اسرائیل هشدارها و تهدیدات خودش را نسبت به جمهوری اسلامی بیشتر بکنه. دیروز بنی گانس وزیر امنیت اسرائیل گفته بود که این کشور آمادگی لازم برای حمله به ایران را داره و میتونه در تمامی جبهه ها با جمهوری اسلامی رو بشه. در پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ایران خیلی فوری توییتی زد و پاسخ وزیر امنیت اسرائیل داد. سعید خطیب‌زاده در این توییت گفتش که رژیم اسرائیل آشکارا ایران را به اقدام نظامی تهدید میکنه و چنین رفتار خصمانه ای به دلیل حمایت کورکورانه غرب هستش. او گفت هر گونه اقدام احمقانه اسرائیل علیه ایران را پاسخ قاطعی خواهد داد و او گفتش که ایران را مورد امتحان قرار ندهد. همانطوری که گفتید، در شورای امنیت هم اسرائیل تلاش میکنه که ایران را تحت فشار قرار بده و کشیده شدن مسئله مرسر استریت به شورای امنیت از طرف نه تنها اسرائیل، کشورهای دیگه، گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل اون را قدمی مثبت خواند و از انگلستان همانطوری که گفتید سپاسگزاری کرد. بابک، واکنش ها به آغاز به کار رئیس جمهور جدید در ایران آقای رئیسی چه بوده در اسرائیل؟ تمامی روزنامه های امروز اسرائیل، همانطوری که میبینید این روزنامه هارت هستش که سرمقاله خودش را به این موضوع اختصاص داده و همچنین روزنامه یدیوت اخرونوت، اگر من ترجمه بکنم در اینجا نوشته مهمانی محور شرارت و منظور او مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی هستش که در کنار نماینده اروپا انریکو مور حزب الله، نمایندگان حماس و جهاد اسلامی نشستند. اون بیشتر رسانه‌ها این کار را خجالت آور و غیر قابل باور خواندن. همچنین به وزیر خارجه اسرائیل گفت در حالی که اروپا خودش را حامی حقوق بشر میدونه، نماینده ای را میفرسته در کنار گروه‌های تروریستی به گفته او بنشینند. ممنونم از توضیحات همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم با ما.